جبهه ملی ایران در سال 1328 به توصیه و رهبری محمد مصدق از ائتلاف چند حزب ملی‌گرا تشکیل شد و دستاورد بزرگ آن طرح و تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت بود. با این حال این جبهه بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 و بازداشت و محاکمه محمد مصدق و بسیاری از رهبران آن دیگر نتوانست به اون جایگاه گذشتش بازگردد. حتی بعد از انقلاب ایران در سال 1357 و با وجود اینکه بسیاری از اعضای این جبهه در دولت موقت حضور داشتند، جبهه ملی نتوانست پایگاه محکمی در ایران پیدا کند. چرا؟ آیا تقصیر را باید به تمامی به گردن رفتار حکومت پادشاهی و وارث آن حکومت اسلامی انداخت؟ دکتر حسین موسویان مهمان من در این برنامه، رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران است. او که پزشک متخصص قلب و گوارش است و از نوجوانی در این تشکیلات فعال بوده و چندین بار به سبب فعالیت‌های سیاسیش زندانی شده، میگوید ایران بعد از مشروطه هرگز به آزادی و دموکراسی استوار نرسیده. چرا نرسیده و نقش تشکیلات سیاسی او در این ناکامی چه بوده؟ دکتر حسین موسویان، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. تشکر. متشکرم که از من دعوت کردید که از این طریق بتونم با هموطنانم صحبت کنم. آقای موسویان، تاریخ جبهه ملی پر است از قهر و آشتی های اعضای آن. به جز چند سال اول پیدایش اون که زیر رهبری دکتر مصدق بود، بقیه وقت آدم نگاه میکنه پر از پراکندگیه. چرا؟ این مسئله مربوط به جبهه ملی تنها نیست. تمام سازمان‌های سیاسی تشکیل میشن از افرادی که برای مملکتشون آرمان دارن، هدف دارن و سلیقه‌هاشون مسلماً 100% با هم تطبیق نمی‌کنه و بنابراین در سازمان‌های سیاسی اختلاف یک مسئله رایج هست، اختلاف سلیقه، اختلاف نظر. اون چه که مهمه این است که در سازمان نظم و انضباط و قواعد انضباطی وجود داشته باشه و کسی از اون به اصطلاح قوانین انضباطی پاشو خارج نگذاره و سازمان قدرتمند باشه، بتونه جلوی بی‌انضباطی رو بگیره. و شما فکر میکنین که جبهه ملی این انضباط درش بوده و تونسته جلوی بی‌انضباطی ها رو بگیره؟ نه چندان. خب شما در همون صدر جبهه ملی جلسه اول یا دوم شورای مرکزی، آقای دکتر مصدق وارد جلسه شورا میشه و از همون توی جلسه آقای عمیدی نوری رو اخراج میکنه. میگه آقای عمیدی نوری، شما با یک محافلی در ارتباط هستید و نظریاتی رو تو روزنامه‌تون منعکس میکنین که با طرز تفکر جبهه ملی و با این جمعی که اینجا جمع شدن تجانس نداره. من الان از حاضرین میخوام که رأی بدن به اخراج ایشون و خود دکتر مصدق دست بلند میکنه و از بقیه هم سوال میکنه که شما موافقی که ایشون دیگه جز ما نباشه و از جلسه اخراج بشه و همه دست بلند میکنن به اتفاق آرا ایشون رو اخراج میکنن. در همون دو جلسه اول، در یکی دو ماه اول تشکیل جبهه ملی. بنابراین خب ناخالصی وجود داره و ناخالصی باید پاک بشه. بعدشه که بعد بقایی پیدا میشه، مکی پیدا میشه، آیت الله کاشانی پیدا میشه و اینا خب کنار میرن از جبهه ملی. بسیار خب، حالا باید گردیم به بعد از کودتا. حالا بعد از کودتا برای مقابله با کودتا و ادامه مبارزه نهضت مقاومت ملی تشکیل شد، ولی اونم به نتیجه نرسید. علتش چی بود؟ علتش اختناق، علتش زورگویی حکومت و
عدم تمکینش به حقوق ملت طبق قانون اساسی مشروطیت، وقتی به قانون اساسی و آزادی های ملت وقعی نمی نهاد، خب یه سازمان سیاسی نمیتونست رشد بکنه، نمیتونست فعالیت بکنه. گرفتاری که ما از انقلاب مشروطیت تا به امروز داشته ایم و داریم و فعالیت یه سازمان سیاسی یک بسترهای لازم داره، احتیاج داره که نشریه آزاد باشه، مطبوعات آزاد باشه، بتونن محل تشکیلات داشته باشن، بتونن گرد همایی داشته باشن، بتونن از مردم دعوت بکنن برای اظهار نظرشون. وقتی این شرایط وجود نداشته باشه، شرایط دموکراتیک وجود نداشته باشه، سازمان سیاسی وزنش در جامعه معلوم نمیشه و نمیتونه اونطور که باید با مردم ارتباط برقرار کنه. درسته آقای موسویان، مسئله ارتباط برقرار کردن با مردم و به هر حال فعالیت سیاسی یک چیزه، اینکه در درون خود اون حزب سیاسی یا تشکیلات سیاسی هماهنگی وجود نداشته باشه که منجر به انحلالش بشه، خوب این چیز دیگه است. ما مثلا در زمان حیات خود دکتر مصدق در سال 1339 که با کمک اللهیار صالح و کریم سنجابی و دیگران قرار بود که جبهه ملی دوم تشکیل بشه و شد، ولی مدت کوتاهی طول نکشید که تعطیل شد. بله، اون دوره اتفاقا دوره درخشانی از فعالیت جبهه ملی بود. در اون دوره جبهه ملی توانست در سراسر کشور شعبات داشته باشه و 20,000 نفر عضو داشته باشه، چون اون 20,000 نفر بیان و برای کنگره سال 41 نماینده انتخاب بکنن و به کنگره بفرستن. در سال 41 کنگره جبهه ملی از 170 نماینده تشکیل شد که در اون کنگره از آخرین نخست وزیر شاه دکتر بختیار بگیر تا اولین نخست وزیر انقلاب آقای مهندس بازرگان تا اولین رئیس جمهور آقای ابوالحسن بنی صدر، همه تو اون کنگره بودن و از اون کنگره در اومدن. منتها بعد از اینکه اون کنگره 5 روز طول کشید و کار خودش رو پایان داد، یه شورای مرکزی 35 نفره انتخاب کرد. عده‌ای از این انتخابات ناراضی بودن، نامه هایی به آقای دکتر مصدق نوشتن و شکایت کردن و دکتر مصدق اون نامه ها رو به شورا فرستاد، نزد آقای دکتر مهدی آذر رئیس شورا و آقای اللهیار صالح رئیس هیئت اجرایی، و اونها تو شورا مطرح کردن. چند بار این نامه ها بین دکتر مصدق و شورا رد و بدل شد و بالاخره اعضای شورا گفتند حالا که حضرت عالی موافق این شورای منتخب کنگره نیستید، ما همه کنار میریم و منتظر میمونیم که شما دستور بدید که شورا چگونه تشکیل بشه. آقای دکتر مصدق هم یک حکمی برای آقای باقر کاظمی صادر کرد که ایشون شورا رو تشکیل بده. شورایی که ایشون تشکیل داد یه مدت کوتاهی بیشتر نتونست دوام بیاره، به این دلیل که افراد و با هم سازش آنچنانی نداشتن و اون نیروهای اصلی هم که به وسیله کنگره انتخاب شده بودن تو این شورا نبودن. البته شرایط سیاسی هم تغییر کرده بود، شرایط سیاسی هم که در زمان کندی برای ایران پیش اومده بود و فشاری که روی شاه گذاشته بودن که فضای سیاسی رو باید باز کنه پایان یافته بود و بنابراین جبهه ملی هم که بعد از شور استعفای شورا تشکیل شد کاری از پیش نبرد. البته اون تعطیل شدن، اون تعطیل شدن سال 43 بسیار به زیان ملت ایران و به زیان دموکراسی و حاکمیت ملی تموم شد، برای اینکه یک خلأ سیاسی در کشور به وجود اومد که این خلأ سیاسی بیشتر به وسیله نیروهای اسلامگرا پر شد و وقتی که ما به انقلاب رسیدیم این نیروها دست بالا رو داشتن و به همین دلیل در حقیقت ملیون و آزادی خواهان یه مقدار عقب موندن. اون تعطیلی 13 ساله خیلی به زیان ملت ایران شد، ولی با وجود این جبهه ملی بسیار کوشا و درخشان تونست عمل بکنه. روزنامه یومیه پیام جبهه ملی رو بیرون بده با تیراژ خیلی زیاد که ما می توانستیم 240,000 نسخه چاپ کنیم، همش
میرفت و اگر میتونستیم میلیون نسخه هم چاپ بکنیم فروخته میشد و رسیدیم به 25 خرداد و مرتد شدن، به خاطر همین که در حال پیشرفت بودیم و ملت به طرف از اون جو هیجانی انقلاب خارج شده بودن، عاقلانه تر فکر میکردن و به طرف جبهه ملی رو کرده بودن و اون 25 خرداد بود که در حقیقت صد راه پیشرفت جبهه ملی شد. بسیار خوب، شما اشاره کردید به مرتد شدن. فقط برای اطلاع اون دسته از بینندگان ما که احیانا نمیدونن، وقتی که شما به قانون قصاص در واقع اعتراض کردید و تظاهرات را انداختید، آقای خمینی شما را مرتد اعلام کرد و عملا دیگه شما امکان فعالیت آشکار ازتون گرفته شد. بله ها. البته ما فراخوانی که از مردم کردیم به عنوان اعتراض به لایحه قصاص به هیچ وجه نبود. ما فراخوانی که کردیم به عنوان اعتراض به تعطیلی دانشگاه ها، اعتراض به نبود آزادی ها و اعتراض به لوایح دولت بود که 5 لایحه بود. لایحه بازسازی نیروی انسانی بود یکیش، که میخواستن تمام کارمندان دولت رو از ادارات اخراج بکنن و افراد جدیدی رو به جای اونها بذارن. ما به اون اعتراض داشتیم. لایحه احزاب بود که محدودیت برای احزاب ایجاد میکرد. لایحه بودجه بود و یکی از لوایح هم لایحه قصاص بود که ما میگفتیم که این لایحه قصاص اگر لایحه هست و مجلس میخواد تصویب بکنه، پس همه باید میتونن اظهار نظر کنن و هم نمایندگان مجلس باید اظهار نظر کنن، هم سازمانهای سیاسی و حقوقدانان. اگر دستور شرعه که احتیاج به تصویب مجلس نداره، خب اجراش کنیم. بسیار. بنابراین ولی درسته، کاملا حق با شماست، ولی در این حال همه جا به عنوان اعتراض به لایحه قصاص مشهور شده این به اصطلاح ارتداد شما. این را چون حاکمیت به این لایحه فقط روی این لایحه دست گذاشت، این شکلی پیش اومد، در حالی که اینطوری نبود و ما به لوایح دولت اعتراض داشتیم و به نبود آزادی ها اعتراض داشتیم و به تورم و گرانی که از همون موقع شروع شده بود. خب شما توضیح دادید جناب موسویان. حالا میشه آره این درسته که بگیم از سال 1372 که جبهه ملی پنجم به هر حال سر و سامون میگیره، جبهه ملی و آقای ادیب مرحوم ادیب برومند میشه به اصطلاح رئیس هیئت اجرایی، از اون به بعد هستش که جبهه ملی یک دوام طولانی تری نسبت به تاریخ ما قبل خودش داشته و به هر حال حالا اگر که ما بگیم مجموعه جبهه ملی، حالا اون به اصطلاح به صورت منقطع 70 سالی به هر حال نزدیک به 70 سالی که جبهه ملی وجود داره، هدف و برنامه الانتون چیه در جبهه ملی؟ بله ما یک اصول اعتقادی داریم در اساسنامه‌مون که به دنبال تحقق این اصول اعتقادی هستیم. این اصول اعتقادی 7 اصله که شامل بر استقرار حاکمیت ملی توسط رأی صحیح و سالم مردم ایران در نظام جمهوری، این اصل اول اعتقادیمون هست. حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، جدایی دین از دولت به خاطر محترم ماندن دین و ضرب نخوردن دین که توی اساسنامه اون قید شده، عرض به حضور شما پاسداری از زبان پارسی و فرهنگ ملی ایران ضمن احترام به گویش های تمام اقوام و در نظر گرفتن اینی که اقوام مختلف ایرانی می توانند از زبان محلی خودشون استفاده کنن و تحصیل بکنن و
اینها اصول اعتقادی ماست. بسیار خب، حالا این اصول اعتقادی شما جناب موسویان مثلا با بسیاری از تشکیلات های دیگه یا افراد دیگه، اونهایی که به عنوان ملی مذهبی معروفن که خب به هر حال منشأشون از همون ملیش جبهه ملی ممکنه بوده باشه ولی الان به عنوان جبهه ملی مذهبی هستند و بخشی از اصلاح طلبای ایران، اینا هم همین شعارهای شما میدن، چه تفاوتی از بین شما؟ یعنی چقدر نزدیکین به هم دیگه شما؟ من تصور نمی کنم که هیچ کدوم از این گروه هایی که شما اسم بردید به اصل جدایی دین از حکومت اشاره ای داشته باشن و این اصل جدایی دین از حکومت جزء اصول اعتقادی جبهه ملی ایران هست. البته بخشی از ملی مذهبی ها جناب موسویان دقیقا الان این حرف ها رو میزنن و در مقالات متعددی که این بر اون بر میدویسن از چهره های ملی مذهبی این مسئله رو عنوان میکنن که جدایی دین از حکومت. خب ما خیلی خوشحالیم که این ایده رو پیدا کرده باشن، تبریک میگیم بهشون که این ایده رو پیدا کرده باشن، چون تجربه اختلاط دین با دولت تجربه خوبی نبوده و نتیجه خوبی به بار نیاورده و ما الان دچار بحران‌های عدیده‌ای در کشور شده ایم با این ترتیبی که در این 40 ساله وجود داشته. خب حالا شما در داخل کشور هستید، فعالیتتون تقریبا نیمه علنی نیمه قانونی میشه گفت و یه سری خواستهایی مطرح میکنید که مثل مثلا جدایی دین از حکومت و خواستهایی که با بنیاد نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران ناسازگاره، وقت شما چطور میتونید این اهدافتون از پیش ببرید؟ اصلا عملیه؟ ما صحیح ترین و عاقلانه ترین راه رو این میدونیم که حاکمیت مقدم بشه بر این کار و اگر احساس میکنه که برنامه هاش موفق نبوده و کشور دچار بحران هست، برای خارج شدن از بحران یه اقداماتی رو شروع کنه. ما در یک سرمقاله نشریه 192 مون در مرداد ماه گفتیم حاکمیت برای اینکه کشور رو از بحران نجات بده و هم خودش از بحران نجات پیدا کنه لازم است که سه گام برداره. گام اول اینکه با ملت آشتی جویانه برخورد کنه و از برخورد خشونت آمیز خودداری کنه و گفتیم برای اینکه این آشتی جویی رو ثابت بکنه بیاد زندانیان سیاسی رو در سراسر کشور آزاد کنه و خانواده های زیادی رو که نگران عزیزانشون در زندان ها هستن از این نگرانی رها بکنه. گام دوم گفتیم که بیاد آزادی های اساسی ملت ایران، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، قلم، آزادی مطبوعات که همه اینا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ذکر شده، بیاد اینا رو رعایت بکنه. و بعد گام سوم این که یک مجلسی تشکیل بشه جدا از نظارت استصوابی شورای نگهبان، یک مجلسی که تحت نظارت یک هیئت قابل قبول برای تمام گروه های مردمی و احزاب ملی و خود هیئت حاکمه باشه. این مجلس بیاد، این مجلس به این ترتیب انتخاب بشه و بیاد برای آینده ایران و نظم و نسق آینده ایران برنامه ریزی بکنه. این پیشنهادی بود که ما کردیم به هیئت حاکمه برای اینکه کشور بدون اینکه دچار خسارات سنگین بشه از این بحران خارج بشه. خب حالا شما گوش شنوایی در حاکمیت میبینین با این درخواست های مفصلی که شما ارائه دادید؟ والا ما نمیدونم که تا چه حد گوش شنوا وجود داشته باشه، ولی گوش و کنار ما مقالاتی میبینیم، اظهار نظرهایی میبینیم، از مجلس صدا میشنویم که به نظریات ما توجه میکنن. بعضی نمایندگان مجلس حتی خواسته بودند که امکانات برای فعالیت نیروهای ملی آزادیخواه
و پیرو راه مصدق فراهم بشه. ما بعد از خیزش هایی که در دی ماه انجام شد در کشور و 100 شهر کشور در حقیقت به صورت انفجارگونه به صحنه اومدن، ما پشت سرش نامه نوشتیم به رئیس جمهور کشور و درخواست کردیم که برای ما مجوزی صادر بکنن که ما بیاییم در هر جایی که از تهران تعیین میکنن یک تریبون داشته باشیم و از مردم دعوت بکنیم که به نظرات اصلاحی ما توجه بکنن و ما بیاییم نظرات خودمون رو ابراز بکنیم و کشور رو از به سمت خشونت رفتن در حقیقت نجات بدیم و جلوگیری بکنیم. و به قول شما به این درخواست ما که 40 روز قبل از روزی که درخواست کرده بودیم داده شد توجهی نشد. خب حالا وقتی ننهادن. بسیار خوب، همینطور که شما گفتین وقتی به درخواست های شما نگذاشتن و با این حساب شما برنامه هاتون و هدف هاتون و نظراتتون رو چطوری به جامعه میرسونید؟ ما نظرات خودمون رو بیان میکنیم، عقاید خودمون رو میگیم و خوشبختانه با وسایل ارتباط جمعی جدیدی که پیدا شده، با تکنولوژی جدیدی که پیدا شده، این نظرات به گوش مردم میرسه و هم به گوش مردم میرسه و هم در تاریخ ضبط میشه که کسانی بودن که در روزهای بحرانی این پیشنهادات مصلحانه را دادن، این مسائل را مطرح کردن و راجع به سیاست خارجی اظهار نظر کردن. ما بیانیه‌ای دادیم گفتیم جبهه ملی ایران با اتحاد استراتژیک با روسیه موافق نیست و شمردیم که از صد و چند سال پیش از قراردادهای گلستان و ترکمنچای به این ور روسیه چه اجافاتی به کشور ایران کرده. آقای موسوی خیلی عذر میخوام حرفتون رو قطع کردم چون وقت ما داره تموم میشه. من فقط دو تا سوال دیگه از شما میکنم. یکی این که جبهه ملی در این سالها به خصوص در این 20 اندی سال اخیر که به هر حال یک مداومتی داشته، دوچار انشعاب نبوده و تفرقش کمتر بوده یا نبوده، تو این مدت شما تونستین افراد جوان رو جذب کنین به جبهه ملی؟ چون به نظر میرسه که کماکان جبهه ملی یک جمعی از افراد مسن که بیشتر با حس نوستالژی دارن عمل میکنن تا هر چیز دیگه. اینطور نیست. ما جوانان بسیار به اصطلاح داریم که پیرو راه مصدق هستن و پیرو جبهه ملی هستن و اعتقاد به جبهه ملی دارن و به راه و اهداف جبهه ملی معتقدن و الان هم در شورای مرکزیمون شاید که 7-8-10 نفر افرادی هستند که زیر 40 سال هستند و بین 30 تا 40 سال هستند و سعی میکنیم باز هم جوانهای بیشتری را در شورای مرکزیمون جلب بکنیم. غیر از این که در سازمانهامون، سازمانهای دانشجویان و سازمان جوانان، کسانی رو داریم که از نسل جوان هستند و افراد آگاه که با مطالعه راه درست مصدق و جبهه ملی رو یافتن و به ما مراجعه میکنن. منتها از نظر ارتباط با بدنه جامعه در فشار و تنگنا و در مضیقه هستیم. بسیار خب، حالا و سوال آخرم جناب موسوی اینه که در جایی گفتین که ایران بعد از مشروطیت هرگز به آزادی استوار نرسیده و استبداد همچنان نهادینه شده در جامعه. شما فکر می‌کنید علتش چیه و نقش خود تشکیلات شما در این چیه؟ یعنی شما چه نارسایی‌هایی یا کمکاری‌هایی داشتید به عنوان یک نیروی ملی که در مقطعی از تاریخ ایران درخشیده و تا کجا خودتون رو مقصر می‌دونید؟ بله، این مطلبی رو که اشاره می‌فرمایید که من گفتم بر طبق اون چه که از مشروطیت به این طرف اتفاق افتاده عرض کردم. خلاصه ما از انقلاب مشروطیت یه دوران کوتاهی آزادی داریم، بعد استبداد صغیر انجام میشه.
و مجلس به توپ بسته میشه و بعدش کودتای 1299 رو داریم، 20 سال دیکتاتوری رضا شاهی، بعد که ایران اشغال میشه شهریور 20، پشت سرش یه فضای نیمچه بازی ما داریم تا تو همین فضای نیمه باز نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق شکل میگیره. بعد دولت مصدق رو داریم که 2 سال و 4 ماه واقعا ملت ایران طعم آزادی رو چشیده، طعم دموکراسی و حاکمیت ملی رو چشیده. با کودتای 28 مرداد باز فضا بسته میشه تا میرسیم به انقلاب 57. 1-2 سال اول بعد از انقلابم یه نسیم خیلی به اصطلاح کوتاهی از آزادی رو گونه هامون حس کردیم و باز فضا بسته شد. بنابراین این گفته بنده مسبوق به سابقه تاریخی است که از انقلاب مشروطیت تا به امروز ملت ایران دنبال به دست آوردن آزادی و حاکمیت ملی بوده و جز برهه های کوتاهی به اون دسترسی پیدا نکرد. بسیار خب، از بر اساس جوابی که به من دادید جناب موسویان، تقصیر تماما متوجه حکومت پادشاهی و بعدش هم حکومت اسلامیه و نقش خود شما در این میان شما توضیح ندادید. نقش آزادی خواهان این بوده است که دنبال آزادی باشن و بودن و هستن. این حاکمیت های دیکتاتور و حاکمیت هایی که حقوق ملت رو در نظر نمی گرفتن در حقیقت چه از صدر مشروطیت تا به امروز اونها هستن که مقصر در نبود دموکراسی و حاکمیت ملی و مردم سالاری در کشور بودن. خیلی متشکرم دکتر حسین موسویان، سپاسگزارم از اینکه مهمان برنامه به عبارت دیگر بودید. ممنون. من هم متشکرم از شما.